سرخط خبرها. دنیا در انتظار مشخص شدن سکاندار جدید کاخ سفید با اعلام پیروزی بیش از وقت ترامپ. افغانستان از انتخابات امریکا چه انتظار دارد؟ اگر ترامپ ببره، روند دوحه که به فلجی رسیده بود دوباره زنده میشه. بودهای پنهان حمله بر دانشگاه کابل. ما شنیدیم که یک موتر هایلکس سیاه، شیشه سیاه که نمبر پلیت واو جیم یعنی ولیسی جرگه داشته، اینا رو اینجا پایین میکنه و بر میگرده. تخمین استخباراتی امرالله صالح، شاخه تاج میر شبکه حقانی، مسئول کشتار دانشجویان است. صلح با خارجی و ستیز با هموطن، جنگ نامشروع طالبان از نظر عالمان دین. عالمان دین خواهان پایان محدودیت‌های نیروهای امنیتی برای عملیات در برابر طالبان است. ممنوعیت‌هایی که سابق بود را بردارد تا بتوان یک مدافع دفاع کنه از کشور و از دین و از آیین و از حیثیت مردم. گنجینه بدخشان در دست طالبان. طالبان با فروش روزانه 1 کیلوگرم طلا از ولسوالی راغستان بدخشان سلاح و تجهیزات می خرند. و فصل سرما و جولان کرونا در جهان. درود، با مهمترین های خبر از یک با من نسیم جوینی خوش آمدید. مشروع خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیش از پایان شمارش رأی‌ها ادعا دارد که بیشترین رأی شهروندان این کشور را کسب کرده و پیروز انتخابات است. آقای ترامپ همچنین جو بایدن حریف دموکراتش را به تقلب متهم می‌کند و تأکید دارد که نتیجه نهایی انتخابات را به دیوان عالی ارجاع خواهد کرد. اما جو بایدن رقیب دونالد ترامپ از هوادارانش می‌خواهد که برای اعلام نتیجه نهایی صبور باشد. بر اساس آخرین آمارها تاکنون بایدن 238 رای الکترال و بیش از 68 میلیون رای را به دست آورده و به همین گونه 213 رای الکترال و بیش از 66 میلیون رای به نفع ترامپ شمرده شده است. برای این که یک نامزد به کاخ سفید راه پیدا کند، باید 270 رای کالج انتخاباتی کسب کند. با وجود بحران کرونا در امریکا، میزان مشارکت مردم در انتخابات دست کم در 100 سال اخیر در این کشور به پیشینه خوانده شده است. بیش از 100 میلیون نفر پیش از انتخابات رأیشان را از طریق پستی و حضوری استعمال کردند. تا کنون معلوم نیست که از 240 میلیون واجد شرایط رای دهی در امریکا به چه پیمانه در انتخابات شرکت کردند. جو بایدن در یک سخنرانی کوتاه به هوادارانش گفت که او در مسیر پیروزی قرار دارد. از حامیانم در سراسر کشور تشکر می کنم. ایمان داشته باشید، ما انتخابات را می بریم. نتایج انتخابات ممکن است تا چهارشنبه صبح یا دیرتر مشخص نشود، اما درباره نتیجه خوشبینم. اندکی پس از سخنرانی جو بایدن، دونالد ترامپ هم برای هوادارانش سخنرانی کرد. هرچند آقای ترامپ ادعای پیروزی می کند، اما در ظاهر نگران به نظر می رسد. این تقلب باعث شرمساری کشور ماست. ما صادقانه در انتخابات بردیم و پیروز شدیم. هدف ما تضمین کرامت و شفافیت انتخابات است و این تقلب بزرگ برای کشور ما است. ما به دیوان عالی مراجعه می کنیم. نمی خواهیم چهار صبح آرای را اضافه کنند. ما پیروز خواهیم شد و از حالا پیروز هستیم. بر اساس آخرین آمار تاکنون بایدن 238 رای الکترال و بیش از 68 میلیون رای را به دست آورده و به همین گونه 213 رای الکترال و بیش از 66 میلیون آرا به نفع ترامپ شمرده شده است. سرنوشت رئیس جمهور در امریکا از طریق رای کالج انتخاباتی یا الکترال تعیین می شود که آقای بایدن تاکنون در آن پیشتاز است. برای اینکه یک نامزد به کاخ سفید راه پیدا کند، باید 270 رای کالج انتخاباتی کسب کند.
در انتخابات مجلس سنا و مجلس نمایندگان هم که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده، 44 کرسی در مجلس سنا به دموکرات ها و 47 کرسی هم به جمهوری خواهان تعلق گرفته است. اما بر بنیاد گزارش ها تا روز جمعه نتیجه 7 کرسی باقی مانده در سنا مشخص خواهد شد. در انتخابات مجلس نمایندگان هم دموکرات ها همچنان تاکنون پیشتازیشان را حفظ کرده و 179 کرسی را به دست آوردند و جمهوری خواهان هم 168 کرسی را به خود اختصاص دادند. دونالد ترامپ در دوران 4 سال ریاست جمهوریش در سیاست داخلی دستاوردهای خوبی داشته است. او توانسته اقتصاد آمریکا را در 4 سال گذشته رشد دهد، نرخ بیکاری را کاهش دهد و شغل‌های زیادی برای شهروندان این کشور ایجاد کند. اما در سیاست خارجی بسیاری ها بر این باورند که ترامپ آمریکا را در 4 سال گذشته در جهان منزوی کرده است. خروج آمریکا از پیمان اقلیمی پاریس، خارج کردن آمریکا از توافق برجام، خروج آمریکا از عضویت سازمان جهانی بهداشت و برسمش ناختن بیت المقدس با عنوان پایتخت اسرائیل و انتقال سفارت آمریکا به آن از مهمترین کارهایی است که دونالد ترامپ در سیاست خارجیش انجام داده است. برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا این بار بیشتر با جنگ و صلح افغانستان درگیر خواهد بود. گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان که با وساطت آمریکا در حرکت آمد، حالا 2.5 ماه است که هیچ نتیجه ملموس نداشته است. دونالد ترامپ و جو بایدن هر دو در مورد خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان توافق نظر دارند. برخی ها میگویند که ترامپ در صورت پیروزی به توافقنامه دوحه پابند میماند. اما معاون دوم رئیس جمهور میگوید روی کار آمدن دولت جدید ممکن است تأثیرات در روند کنونی گفتگوها بگذارد. جواد تیموری با جزئیات بیشتر. انتخابات آمریکا اینجا در افغانستان با بیم و امید دنبال می شود، زیرا هر کدامی از این نامزدان پیروز شوند ناگزیرند که تصمیم در مورد جنگ و صلح افغانستان بگیرند. هرچند این دو نامزد در مناظره هایشان درباره سرنوشت جنگ افغانستان صحبت نکردند، اما نتیجه شاید بر سرنوشت جنگ و صلح در افغانستان هم تأثیر بگذارد. آقای سرور دانش، چنانچه معاون دوم رئیس جمهوری در گفتگو با بی بی سی میگوید با روی کار آمدن دولت جدید سیاست این کشور درباره افغانستان دست خوش تغییر خواهد شد، اما هنوز باید منتظر ماند. روابط همچنان با جامعه بین‌المللی با همه کشورها و در رأس آنها ایالات متحده آمریکا همچنان ادامه پیدا کنه و دوچار مشکل نشود. اما این که نسبت به این پروسه صلح تا چه حد انتخابات آمریکا و مسائل بعد از انتخابات تاثیرگذاره، این را باید منتظر بمانیم که قضایا به چه صورت پیش میره. نه دولت افغانستان و نه هم طالبان تا کنون موضع رسمی در مورد برنده احتمالی انتخابات آمریکا داشتند، اما بسیاری هایی که به ادامه گفتگوهای قطر خوشبین هستند مانند طالبان دوست دارند که ترامپ برنده باشد و در مقابل افراد و جریان هایی که مخالف امتیازدهی به طالبانند به برد بایدن امید بسته اند. در صورتی که دموکرات ها به پیروزی برسند، طبیعی است که توجه بیشتر به مسئله حقوق بشر، دموکراسی و آزادی بیان خواهند کرد. ولی اگر ترامپ به پیروزی برسه، با توجه به این که سیاستمدار غیر قابل پیش بینی هست، هر اتفاق ناگهانی در سیاست خارجیش بیفته و در مورد افغانستان نیز اگر رخ بده دور از انتظار نیست. سیاست دونالد ترامپ در مورد صلح و جنگ افغانستان روشن به نظر می رسد. او خواهان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و به انجام رساندن گفتگوهاست. از همین رو شاید طالبان بیشتر به پیروزی او علاقه‌مند باشند. اگر ترامپ ببره، روند دوحه که به فلجی رسیده بود دوباره زنده میشه، چون اثبات میشه که آقای خلیلزاد در جای خود برقرار است. و اگر بایدن ببره، طالبان منتظر میباشند که قرارداده که آقای خلیلزاد برایشون امضا کرده بود تایید میشه از طرف بایدن یا نه. اما به باور برخی های دیگر، نتایج انتخابات به سود هر نامزده که باشد، این کشور رفته رفته به طولانی ترین جنگ خود در افغانستان پایان می دهد. اما این که چگونه هنوز روشن نیست.
امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهوری میگوید بررسی های ابتداییشان نشان میدهد که حمله بر دانشگاه کابل از سوی شبکه حقانی طرح و توسط طالبان اجرا شده است. آقای صالح در صفحه فیسبوکش نگاشته که این حمله توسط شاخه تاجمیر مربوط به این شبکه انجام شده است. ادعای که طالبان در دو روز پسین چند بار آن را رد کردند. با این همه دانشجویان دانشگاه کابل دو روز پس از این رویداد با دنیای از بیم و امید و با 1001 پرسش در مورد حمله بر این دانشگاه درسهایشان را از سر گرفتند. همکارمان سر زده به دانشگاه و از حال و هوای نخستین روز تحصیلی پس از این رویداد گزارش تهیه کرده است. دو روز پس از یک رویداد خونین در بزرگترین دانشگاه افغانستان، چهره هایی که با بیم و امید همراه است. فضایی که تا همین دو روز پیش پر بود از خنده های امید بخش، حالا در سکوت فرو رفته. تصویر وحشتناکی که دو روز پیش بر ذهن جمیل حک شده تا هنوز او را می آزارد. پاهایش او را با دشواری یاری کرده تا امروز به دانشگاه بیاید. یکی از دوستا بودن ما آمدیم، گفت میریم تا داخل پانتون، بعضی مسائلش باید بالایش گپ بزنیم. اوج آمدیم، یعنی هر دقیقه ما طرف انتون نزدیک می شدم ضربان قلب ما بیشتر می شد، چون همو حادثه امو شوکی را که من دیده بودم بسیار وحشتناک بود. این رویداد تاثیر بدی بر روح و روان دانشجویان گذاشته است. هاغه ملګری چې موږ لنزدی ور سره پاده کدو، هاغه ملګری نه نو راغلی لویر نه، ځکه چې هغوی که سه هم فزیکل جول دی خو روان واقعا چې ډیر خراب ده. دوستای مو روی خود عزیز زاده همیشه وخت زنګ میزنیم، پیام میکنیم، گریه میکنن و بسیار وضعیت روحی تمامشان خراب است. با این همه تأثیرات روحی و روانی حمله خونین بر دانشگاه کابل نتوانسته مانع حضور آنان به درس و دانشگاه شود. دانشگاه کابل با عنوان بزرگترین نهاد تحصیلی کشور نزدیک به 25,000 دانشجو را در خود جا داده است. دو روز پس از رویداد خونین حمله بر این دانشگاه شمار اندکی از این دانشجویان به دانشگاه آمدند. شمارشان از تأثیرات بد روحی این حمله بر خودشان میگویند و شمار دیگرشان خواستار روشن شدن ابعاد پنهان حمله بر این دانشگاه هستند. حادثه روز دوشنبه بسیار یک حادثه مرموز است، به خاطر اینکه ما من حیث دانشگاه کابل اگر تقریبا 3 سال از درس میخوانیم، اگر بر حسب تصادف یک روز کار نبریم با بسیار مشکلات مواجه میشیم و حتی ما را داخل اجازه نمیتونیم. شناسایی عاملان و عاملان رویداد، دومن استعفای مقامات بلند رتبه امنیتی و آخر شناسایی حلقات داخلی دانشگاه. فرد شماره دوم حکومت با نشر فشرده جلسه صبحگاهی امروزش بار دیگر گفته که مسئول اول و آخر حمله بر دانشگاه کابل طالبان است. اتهامی که طالبان آن را رد کردند. مشابه به حملات است که در گذشته از سوی این گروه انجام شده، مانند حمله بالا شفاخانه 400 بستر و طراحان حمله مربوط به شبکه حقانی از شاخه تاجمیر می باشد که شبکه حقانی جزء لاینفک طالبان است. اما براستی چگونه ممکن است با وجود تدابیر شدید امنیتی دو مهاجم مسلح وارد بزرگترین مرکز اکادمیک افغانستان شوند و پس از آتشباری به سوی دانشجویان ساعتها به نبرد با نیروهای امنیتی بپردازند؟ اکثرا عملیاتی که صورت می گیره افراد نفوذی از اونها در داخل نهادها وجود دارند، بارها هم ما را دیدیم و در این مورد ما شنیدیم که یک موتر هایلکس سیاه، شیشه سیاه که نمبر پلیت واوجیم یعنی ولیسی جرگه داشته، اینا را اینجا پایین میکنه و بر میگرده. حمله بر دانشگاه کابل در نوع خود بی پیشی نگفته شده است. مجلس نمایندگان امرالله صالح، حمدالله محب و مسئولان نهادهای امنیتی را فرا می‌خواند. مجلس نمایندگان به روز شنبه هفته آینده امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری، مشاور امنیت ملی و رهبری عرصه نهاد امنیتی را در پیوند به حمله بر دانشگاه کابل و افزایش ناامنی‌ها در سراسر کشور برای پاسخگویی فرا خوانده است. با این حال وزارت امور داخله 13 تن از منصوبان امنیتی حوزه سوم را به دلیل غفلت وظیفوی بازداشت و به دادستانی کل معرفی کرده است. همزمان با این بر بنیاد بررسی های کمیسیون معارف و تحصیلات عالی این مجلس سندهای تحصیلی 8 نامزد وزیر مشکل دارد. جواد تیموری با جزئیات بیشتر. حمله مرگبار و بی پیشینه بر دانشگاه کابل خشم مجلس نمایندگان را برانگیخته است.
حمله ای که اینجا در مجلس نمایندگان به ضعف و ناتوانی نیروهای امنیتی پیوند داده می شود. پیش تایید اودی پیش مسئولیت داعش پر هر اخیسته دی. ولی په آخری لحظه کی چکل هغه جنایتکاران هوا قاتلان چې هغه د کابل پونتون مسئولین وژنه هغه پر دیوالو لیکي چې امارات زنده باد او د شهادت آخره صحنه دا غلط مستند سازی ده. د دې په عقل باندې رئیس او وکیل صاحبان استاذ توجه غواړو دا موضوع باید جدي بررسی سي. کسایی که داخل پالتون شده این با لباس نظامی بودن و این کسایی که تامین امنیت میکردن اینو چی کاری کردین؟ نمایندگان مجلس در نشست عمومی روز چهارشنبه با اکثریت آرا تصمیم گرفتند که در پیوند به این حمله امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری، حمدالله محب مشاور امنیت ملی را همراه با سرپرست وزیران دفاع ملی، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی فرا می خوانند. با جلسه فوق‌العاده روز شنبه با ضوابط فوق جناب معاون صاحب اول مشاور شورای امنیت، وزیر دفاع، وزیر داخله و رئیس عمومی امنیت رای موافق دارند کارت سبز مخالف کارت سرخ. با استثنای 8 کارت سرخ تایید شد. همزمان بررسی های کمیسیون فرهنگی و تحصیلات عالی مجلس نمایندگان نشان می دهد که سند های 8 نامزد وزیر مشکل دارد. حسینه صافی نامزد وزیر امور زنان، نثار احمد غوریانی نامزد وزیر صنعت و تجارت، معصومه خاوری نامزد وزیر مخابرات و فناوری معلوماتی، قدرت الله زکی نامزد وزیر ترانسپورت، محب الله صمیم نامزد وزیر سرحدات و قبائل، نور رحمان اخلاقی نامزد وزیر مهاجران و بازگشت کنندگان، بشیر احمد تینج نامزد وزیر کار و امور اجتماعی، نجیب الله یمین نامزد وزیر فواید عامه، ضیا سراج نامزد ریاست عمومی امنیت ملی و اجمل احمدی نامزد ریاست بانک مرکزی از کسانی هستند که سندهایشان ناتکمیل گفته شده است. سرپرست وزیران دی چی آقا بندی دی اختلاس سورونه دی چی اسناد لمخ سرسته ولی متاسفانه دی حکومت لخوا هیچم ندیسه ولی مخ خپل تصمیم نیسو او شاید دیر حقا کسان چی اسناد مگوله رو للس نو باس. امرالله صالح به دلیل اینکه او مسئولیت امنیت کابل را عهده‌دار است به مجلس فراخوانده می شود. اما پس از 48 ساعت از رویداد حمله بر دانشگاه کابل، وزارت امور داخله از بازداشت و به دادستانی معرفی شدن 13 تن از ماموران پلیس در حوزه سوم خبر می دهد که ظاهراً در جلوگیری از این حمله کوتاهی کرده اند. شمار از عالمان دین حمله های انتحاری و انفجاری بر مرکزهای آموزشی، مسجدها، نهادهای عامل منفعه و غیر نظامیان را خلاف دین اسلام و غیر مشروع می خوانند. عالمان دین دفاع نیروهای امنیتی در برابر چنین حمله ها را شرعی و یک وظیفه اسلامی می خوانند و از رئیس جمهور غنی می خواهند که محدودیت هایی که پیش از این در برابر نیروهای امنیتی وضع کرده بود را از میان بردارد. دو روز پس از حمله خونین بر دانشگاه کابل، شمار از عالمان دین انجام حمله های انتحاری در مرکزهای آموزشی و تأسیسات عامل منفعه را خلاف شریعت و مغایر دین اسلام می خوانند. هیچ گونه توجیه ندارد. عالمان دین می گویند که هر گونه حمله و زیان رسانیدن به مکانهای آموزشی، مسجدها و غیر نظامیان در دین اسلام حرام است. حمله تروریستی بر مراکز دینی، مساجد، مراکز آموزشی، پوهنتون‌ها، مؤسسات و تأسیسات عام المنفعه و در مجموع بالای هر فرد مسلمان، ملکی و نظامی، سیاسی و غیر سیاسی، علما و مساجد در تمام مراکز و در مجموع در این کشور حرام بوده، هیچ نوع مجوز شرعی ندارد. دا نپو قرآن کشتن پا حدیث کشتن و فقی روایت و کشتن صرف خواهشات نفسانی دی اهل الاهوا دی. این عالمان برجسته دین دفاع نیروهای امنیتی در برابر کسانی که دست به انجام چنین عمله ها میزنند را یک وظیفه شرعی و اسلامی میخوانند. اینان از رئیس جمهوری میخواهند که باید تمام مانعهایی را از سر راه نیروهای امنیتی بردارند و اجازه بدهند این نیروها از کشور و مردم دفاع کنند. از رئیس محترم جمهور می خواهم که در رابطه با قوای دفاعی ممنوعیت هایی که سابق بود او را بردارد تا بتواند یک مدافع دفاع کنه از کشور و
از دین و از آیین و از حیثیت این مردم و تمام قوای دفاعی باید بسیج شود برای دفاع از این مردم، دفاع از این کشور، دفاع از آیین. دفاع در مقابل دشمنی که در مقابل قرآن استاده است، در مقابل احکام الهی استاده است، دفاع شرعی و واجبی ماست. سربازان قهرمان ما چی در پلیس، دفاع و امنیت ملی است، در جایگاه دفاع شرعی قرار دارند. عالمان دین میگویند که طالبان دیگر هیچ بهانه‌ای برای ادامه جنگ در کشور ندارند. با این همه، اینان تأکید دارند که طالبان پیش از این به بهانه حضور نیروهای خارجی در افغانستان می‌جنگیدند و حالا که با آمریکا صلح کرده، باید از جنگ در برابر مردم و نیروهای امنیتی کشور دست بردارند. روزانه طالبان حداقل 1 کیلوگرم طلا از ولسوالی راغستان به دست می آورند و از این راه گذر تجهیز و در برابر نیروهای امنیتی می جنگند. شمار از نمایندگان بدخشان در پارلمان می گویند که با گذشت هر روز مخالفان مسلح دولت ساعات بیشتر معدن طلا را تصرف می کنند و سپس از مردم محل نیز خمس گردآوری می کنند. جزئیات بیشتر از تمیم شهیر. بدخشان بزرگترین معدن طلای کشور را در خود جا داده است. ولسوالی راغستان این ولایت منبع مهم طلا شمرده می شود. طالبان از سالها به این سو بخشای از این ولسوالی را در دست داشت که در آن معدن طلا موقعیت دارد. حالا اما بخشای زیاد را زیر دار آوردند. مثلا ولسوالی یاوان بدخشان و منطقه زورنداب. برخی نمایندگان بدخشان در پارلمان تاکید دارند که بیش از 120 اسکواتور مصروف پیدا کردن طلا برای طالبان در بدخشان است و روزانه این گروه 1 کیلوگرم طلا را به دست می آورند. بیش از 10,000 نیروی بشری در منطقه زورنداب ولسوالی راغستان مصروف زرشویی هستند که این منطقه تحت تصرف طالبا بوده و طالبا در پهلوی از اینکه یک تعداد اراضیات اسکواتور از خودشان می باشد، از مردم محل خمس می گیرند که اوسطاً حداقل روزانه در این شب روز درآمد طالبا حدود 1 کیلو طلا می باشد. جدا از طالبان، داعش و القاعده نیز با استفاده از طلای ریکشویی تمویل و تجهیز می شوند و در برابر نیروهای امنیتی می جنگند. از منابعی که به نام طلای ریکشویی است، خیلی یک منابع پرعایدی را تحت کنترل دارن و از او استفاده میکنن که استفاده از یا منجر به این شده که بتانن خود را تکمیل و تجهیز بکنن. تنها طالبای داخلی در اونجا نیست و کسایی که با القاعده و داعش هم ارتباطات مستقیمی دارن، اونا در اونجا از این منابع استفاده میکنن. شورای ولایتی بدخشان نیز نگران استخراج بیروی طلا در بدخشان است، به ویژه در این روزها که میزان استخراج این گروه افزایش یافته است. دولت مرکزی در این باره باید توجه جدی بفرماید. اگر به وضعیت ولسوالی های راغه ها و 5 ولسوالی درواز بدخشان توجه نداشته باشد، از این منابع سرشار بیشتر تمویل تجهیز اکمال گردیده که باعث سقوط ولسوالی های بدخشان خواهد گردید. وزارت معدن و پترولیم به این باور است که مشکل استخراج خودسر معدن طلا در بدخشان وجود دارد و ساحات این استخراج به کمیته محافظت معدن سپرده شده است. در ولسوالی راغستان و کرانمنجان ما استخراج غیرقانونی توسط مخالفین مسلح داریم و این مسئله جدا توسط کمیته محافظت معدن پیگیری میشه. دیدبان شفافیت افغانستان حکومت را در جلوگیری از استخراج غیر قانونی معادن ناکام می‌داند و تاکید دارد که منابع حکومت در بخش معادن به هدر می‌رود. استخراج غیر قانونی معادن در سراسر کشور به صورت گسترده از سالها بدین سو وجود دارد و باعث ضرر رسیدن به مردم و کارکنان معادن و هدر رفتن عواید ملی می‌شود. حکومت افغانستان در جلوگیری از استخراج غیرقانونی معدن ناکام بوده است. مقام‌های محلی بدخشان به این باورند که طالبان خود را به معدن اصلی طلا، معدن طلای بیکادر نزدیک کردند و اگر این معدن به دست طالبان بیفتد، وضعیت امنیتی این ولایت بدتر خواهد شد. طلا و لاجورد دو معدن مهم ولایت بدخشان شمرده می شود که درآمد آن به جیب مخالفان مسلح و زورمندان محل می رود.
در خارج از کشور. با سرد شدن هوا در جهان، کرونا هم مرگ آوری و گسترشش را افزایش داده است. در همسایه غربی افغانستان در ایران در یک شبانه روز گذشته 8450 مبتلای جدید ثبت شده است. وزارت بهداشت ایران اعلام کرده که در این مدت نزدیک به 100 تن دیگر نیز جان باختند. وال همتازه های ورزش با ظاهر نوری. دهمین دور رقابت‌های انتخابی تیم‌های ملی جوانان و بزرگسالان کورش با شناسای 28 چهره برتر به تیم ملی جوانان و 28 کورشکار در تیم ملی بزرگسالان به پایان رسید. 168 ورزشکار از 10 ولایت کشور به شمول مهاجران افغانستان مقیم ایران و پاکستان برای 3 روز در این رقابت‌ها برابر هم پیکار کردند. این رقابت‌ها در رده‌های وزنی 55 تا منفی 100 کیلوگرم در بخش جوانان و نیز 60 تا مثبت 100 کیلوگرم در بخش بزرگسالان راه اندازی شده بود. تیم‌های هندبال بانوان کابل الف و مهاجران افغان مقیم ایران دیدار نهایی رقابت‌های گزینشی تیم ملی را فردا برابر هم برگزار می‌کنند. در نیمه نهایی‌ها کابل الف با حساب 23-5 نماینده بامیان را شکست داد و مهاجرین افغان مقیم ایران نیز 13-10 از صدر تیم هندبال دختران هرات گذشت. این بود مهمترین های خبر که تقدیم شما گردید. شب بر همه شما خوش. الله حافظ.